هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی همراه ما هستن. آقای حسنیاری، به همین موضوع فرضیم که جو بایدن در حقیقت پوتین رو یک قصابی معرفی کرده که باید از قدرت کنار بره، حالا با اینکه کاخ سفید به نوعی این موضوع رو در حقیقت گفتش که اینطور نیست، اما آیا کنار رفتن پوتین از قدرت راه حلیه که آمریکا به دنبالشه؟ به نظر من این خواسته آمریکا هست، ولی راه حلی نیست که آمریکا به دنبال اون باشه، به خاطر اینکه آمریکا به روشنی میدونه و به پرزیدنت بایدن همچنین که چنین خواسته‌ای نمیتواند جامعه عمل بپوشونه، به خاطر اینکه تا زمانی که پوتین به وسیله ژنرال‌هایی که اطراف اون هستن همچنان حمایت میشه، انتظار کنار گذاشتن اون نمیره. هرچند که وضعیت پوتین در داخل روسیه به خاطر اعمال تحریم‌های شدید غرب و مشکلات بسیار جدی که برای مردم پیش آوردن این تحریم‌ها وضعیت متزلزل‌تری نسبت به گذشته پیدا کرده و هرچقدر که مردم روسیه اطلاعات بیشتری در مورد واقعیت جنگ به دست بیارن، از محبوبیت پوتین کاسته خواهد شد، ولی این بدان معنا نیست که فردا شاهد یک کودتای خواهیم بود علیه پوتین، هرچند که چون این کودتای میتونه هم بسیاری از مردم اوکراین رو نجات بده از کشته شدن توسط موشک‌های روسیه و هم روسیه رو وارد یک دنیای دیگری بکنه و در نتیجه اون نظم بین‌المللی رو که با حمله به کریمه در سال 2014 و حال به تمامی موجودیت تمامی اوکراین حمله شده، این میتونه این نظم رو به شکل دیگری رقم بزنه. بنابراین بایستی دید که عاقبت این جنگ چه خواهد شد و تا حد زیادی میشود گفت که سرنوشت پوتین به عاقبت جنگ بسته است. از طرف دیگه وزیر خارجه بریتانیا گفته اگر روسیه عقب نشینی بکنه از اوکراین، تحریم ها علیه این کشور لغو خواهد شد. آیا میتونیم بگیم این صحبت های لیستراس در حقیقت آغازی برای شروع گفتگوهای دیپلماتیک بین روسیه و غرب؟ به نظر من این گفته ها نه مورد پسند روس ها هستند و نه مورد پسند اوکراینی ها، به خاطر اینکه اولا بایستی دید که آیا این حرفی رو که وزیر خارجه بریتانیا میزنه با دیگر اعضای ناتو هم زده شده، تصمیمی در این زمینه گرفته شده یا نه. دوم اینکه آیا شرایطی که بایستی شرایط این جنگ پایان بپذیره و در نتیجه تحریم ها برداشته بشن چه هستند، و سوم این که بسیار بعیده که پوتین بدون به دست آوردن بخش حداقل بخشی از خاک اوکراین از به این جنگ پایان بده و در نهایت به تبع اوکراینی ها حاضر نیستند که از سرزمین خود چیزی رو به روس ها ببخشن. بنابراین این گفته شاید به این معنا باشه که راه رو باز بکنه برای گفتگوها، ولی بسیار بعیده که به همین سادگی روسیه از جنگ دست برداره و به همین سادگی کشورهای غربی هم تحریم ها رو بردارن، به خصوص که به کار گذاشتن تحریم ها زمان بر بوده و از بین برداشت این تحریم ها همچنین تنها یک مثالی بزنیم، بعد سالها بعد از پایان جنگ عراق و بعد از سالها بعد از حمله آمریکا و تغییر رژیم در عراق، هنوز بسیار بعضی از تحریم هایی که آمریکا و سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل بر عراقی ها اعمال کردن، این تحریم ها همچنان برقرار هستند. بنابراین وضعیت پیچیده تر از این هست، ولی اینکه در نهایت پوتین به چنین کاری دست خواهد زد حداقل در زمان حال بعید به نظر میاد، به خصوص که بایستی پاسخ مردم اوکراین هم داده بشه، اینکه چگونه این خرابی ها ترمیم بشه، جان انسان هایی که صدها انسانی که گرفته شده به چه شکلی بایستی از اینجا از خانواده های اونها نگهداری کرد و مسائل دیگری که برمیگرده به زندگی روزمره مردم. ضمن اینکه خب وضعیت خود اوکراین در نهایت چه خواهد شد در مقابل روسیه، در مقابل ناتو، رو اوکراینی که بین این دو قرار گرفته. ممنونم از توضیحاتتون. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی همراه ما بودید.